خب بسیار عالی خوش اومدید به بخش بعدی گام صفرمون تموم شد یاد گرفتیم که چطور یادگیرنده بهتری باشیم خب میریم سراغ بخش اول گام یک تمرینات تقویت فن بیان بریم سراغ گام یک ببینید الان که داریم آموزش میبینیم دنبال چه صدایی هستیم سه تا ویژگی میتونه صدای ما داشته باشه صدایی که میخوایم بهش برسیم اما تو این وبینار مشخصا دنبال کدوم ویژگی هستیم ببینید خاص بودن رو بذارید کنار من باید بهترین صدای خودم رو داشته باشم بهترین صدای من صدای خاص نیست صدای خاص برای صدای اون گوینده اون دوبلوری که میخواد کار حرفه‌ای انجام بده من میخوام در حد خودم یه صدای خوب داشته باشم اصلا برید مدرس که مدرس دیگه داره اصلا با صداش کار میکنه دیگه برید مثلا سال 90 رو نگاه کنید و الان که 1400 سده. مقایسه کنید ببینید که آقا صدا همونه اما رشد کرده خاص نشده ها صدا رشد کرده صدا گویاتر شده رساب و بلندتر شده اون صدا رشد کرده جنس صدا عوض نشده همون صدا اما رشد کرده پس خاص بودن رو بذارید کنار ما دنبال خاص بودن نیستیم ما میخوایم صدای گویا رسا و بلند داشته باشیم یعنی اشتراکشون قسمت سبز پس بقیه قسمت ها رو بذارید کنار ذهنیتتون این باشه که میخواد یه صدای خوب داشته باشید یه صدای خوبی که رسا و بلند و گویاست اونی که صداش خاصه خوش به حالش اما اگه کسی که صداش خاصه گویا و رسا بلند نباشه هم به درد نمیخواد اما اگر صدای گویا و رسا بلند باشه اما تون خاصی نداشته باشه اون صدا صدای خوبیه اون صدا صدای خوبیه خب صدای ما محدود شده است و به شدت جای رشد داره به شدت جای رشد داره میگم دیگه اگه برید مقایسه بکنید حالا مدرس ها حتی گوینده ها رو میبین که صداشون خیلی رشد کرده و ما هم اینجا میخوایم صدامون رو رشد بدیم صدایی خوبه که دهان کامل باز بشه هوای بیشتری به بیرون منتقل بشه و صدای ما با این هواست که به گوش شنونده و مخاطبمون میرسه و زمانی که صدامون خوب باشه میگن طرف آدم حسابیه چرا؟ بر اساس اثر حاله ای اثر حاله چی چی میگه؟ میگه که اولین برخوردتون با هر شخصی چه حضوری چه شنیداری چه حتی تو چت حتی تو چت اولین برخوردتون اگر یک ویژگی مثبت باشه اون ویژگی مثبت رو به تمام ویژگی های دیگه اون فرد هم تعمیم میدید اما اگه یک ویژگی منفی باشه اون ویژگی منفی رو به تمام ویژگی های دیگه اون فرد هم تعمیم میده اگر تو برخورد فیزیکی ببینید که طرف خوشتیپه بوی خوبی میده یعنی بوی, بد نمیده تمیزه پس این ویژگی مثبت باعث میشه که یه سری ویژگی دیگه هم تو ذهنتون داشته باشید از اون فرد که مثلا این فرد ممکنه باهوش باشه ممکنه حتی اگه صداشو نشینه باشی صدای خوبی داشته باشه و یه سری ویژگی مثبت دیگه یا زمانی که تو تلگرام دارید ویسی برای کسی ارسال میکنید اون صدای خوب همین ویژگی مثبت رو میتونه داشته باشه حتی چت کردن حالا شده قضاوت کنید شخصیت کسی رو از روی چت کردنش سرعت تایپی که داره مدل کلماتی که می‌نویسه از کلماتی که استفاده میکنه حالا نیم که رایت میکنه یا نمیکنه نقطه هایی که میذاره استیکرهایی که میفرسته میگم قضاوت ذهن شما ها ذهنی که ناخداگاه داره قضاوت میکنه پس من اینجا باید یه ویژگی هایی رو داشته باشم تا با ذهن مخاطبی که داره ناخداگاه قضاوت میکنه قضاوت خوبی از من داشته باشه یه صدا براتون پخش میکنم بگید که برای کدوم یک از این تصویر هاست همزمانی که داره صدا پخش میشه تو ذهنتون حدس بزنید و دقیق هم گوش بدید به این صدا بریم صدا رو با هم گوش بدیم با توجه به اثر حاله ای صدای شما میتونه دروازه ورود به ذهن مخاطب شما باشه پس خیلی مهمی که بتونید روی صداتون کار کنید و در حد خودتون یک صدای رسا و گویا داشته باشید حتما تمرین ها رو انجام بدید تا بتونید صداتون رو پرورش بدید موفق باشید خب قضاوت ذهن شما کدوم بود؟ یک دو سه یا چهار اول هدفش رو بگم بعد بهتون بگم که برای کدوم بوده ببین زمانی که صدا خیلی خوبه این صدا که دوستان بود صدا خیلی خوبی هم داره زمانی که صدا خیلی خوبه ذهن ما میره سراغ اونی که از همه خوش تره از همه خوش تره نه اینکه بقیهشون خوب نیستن ها حالا یه نید بگین همشون هم یکی هن. چون بعضی ها میگفتن گفتن, می گفتن. گفتن نه همشون نیستن این همشون یکی نیستن اینا چهار تا آدم متفاوتن آره چه اتفاقی میافته؟ ذهن ما میره سراغ اونی که خوشتیب تره اونی که چهرش بهتره اونی که چهرش بهتره خب؟ حالا پس شماری که یکی مدل عکسش رو تو اینترنت هم دو گویند از هومن خیاط خوشتیب خوش صدا اما نیست شماره 4 که پسر خالمه اصلا تو کار صدا نیست اما صدا برای تصویر شماره سه هستش شما کدومو حد زدید ببینید که الان ذهنتون سراغ کدوم رفت و چرا این انتخاب رو داشت این چرایی ای خیلی مهمتر از اینه که تونسته باشی تشخیص بدید یا نه